بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کلی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب چهارم. بله. شما احادیث عبدیشون عموما همین کردید انگار دارم تعیین به نفس سوره عبده چون فرده بودید اونجا تعیین میدید خانم چرا اینجور هم کردید یعنی چرا هرچینه رو بودید اونجا نمید احادیث چی رو؟ احادیثی که عبدیشون خوندیم که من دارم به نظر اینجور هستید که همه هم شد به اونجایی که تعیین خود نظر میده بحث ببینید بحث مختلف بود یعنی اون بحث حدیث 14 هم که دق شده بود که مطابی ها مصاعب و فنتفت جبرئیل انتفاضتن اغنی علیه ها علیه منها ترام احمد رحمت الله فلما افاق قال یا روح الله عرض کردم که حقیقت قیامت در اونجاییست که سوال از زمانش با تعین سازگار نیست خود حقیقت به لذا کسی که در حقیقت تو مرتبه قیامت الان واقعه تو اون موطن تعین نداره زمان تو اونجا نیست که این بخواد تعین خودشو داشته باشه و بعد تو این تعین زمان داشته باشه که بدونه که چه زمانی قیامت محقق میشه حقیقت بحث به این برمیگشت که جوابی که در آیه فرموده که ایان مرساها قل علمها عند ربی عرض کردیم که نه این که از جواب تفره رفته باشن بلکه جواب بیان کردن حقیقتا علمها عند ربی یعنی چی؟ یعنی این که افراد با تعیناتشون ولو جبرئیل سلام الله علیه در اون موطن در حقیقت چی هستش؟ مندکه که قیامت رو از زمانش خبر داشته باشه دقت کردید این دربی یعنی این یه حیثیت ربوبیه محض است و افراد در اون موطن در مرتبه فنا هستن لذا اینجور نیستش که کسی نداند قیامت چیه چگونه است اما این که قیامت رو بداند و چگونه است و چی هستش به تعین این بر نمیگرده تو مرتبه فنا اینه لذا علم به اون مرتبه علم در حقیقت به مرتبه فناء خودش میشه یعنی تو مرتبه فناء این محقق میشه نه تو مرتبه تو اون قسمت تونجیدی تعیون برمیگرده این بحث اجمالا به نحوه یه نحوه تعیون که برمیگرده در اونجا حالا اون بحث خیلی جالبیه که حالا یواش یواش انشاءالله تو این ابواب جدید به اون وارد میشیم که تعیون برمیگرده از سنخ برگشتن این تعیونات اینجایی دیگه نیست اونجا با علم اندربی سازگاره علم ها اندربی سازگاره چرا؟ بفرمید این اتاق رفتن این با علم ها اندربی سازگاره چون اونجا تعینات دیگه دیده نمیشه هستن نه تعین خودش نه تعینات دیگه این بحث خیلی جالبیه که برگشت تعینات مثل برگشتن الان نیست که مادر و دیوار و سنگ و اسباب همه سببیت ها برامون همون جور محقق باشه همون جور سببیت ها رو ببینیم همون رابطه ها باشه سلام علیکم الله سلام علیکم الله نه اونجوری نیست اون نوع برگشت تعینات دیگه برگشت تعیناتی است که با رفع اسباب و قطع اسباب سازگاره دقت کردی خیلی بحث جالبی میشه حالا باید یواش یواش داره روایت سوقمون میده به همون سمت ان شاء الله که وارد به اون بحث بشیم در باب پنجم که ان شاء الله حالا یک کمی بحث رو باید دوستان بعضیا گفتن که بحث یه خورده سبکتر بشه یعنی سبکتر نه یه خورده روایی تر بشه و روایت بیشتری بخونیم بهتر میشه یعنی خیلی تو مثل فرمایش آقای بحثت یه موقع چاه میکنیم توی روایت تعمل میکنیم هی عمق روایت رو میخواییم در بیاریم یه موقع هستش که رودخانه حرکت میکنیم یعنی تو عرض روایت حرکت میکنیم بیشتر سعی بکنیم تو عرض روایت حرکت بکنیم شاید یه قدری با مثلا عمومیت جلسه سازگارتر باشه دو سه جلسه یک کمی خلاصه چاهش رو عمیق‌تر کردیم شاید اون چاه عمیق مثلا برای همه مثلا تناسب بله نه دیگه برای اون چاهش خلاصه روایته کشش روایت زیاده دست ما هم نیست اما در این حال سعی بکنیم یه خورده به معانی اخلاقیش بیشتر توجه بکنیم در اینی که معارفش سر جاش هست اما معانی اخلاقیش بیشتر باشه
تو باب پنجم که صفت محشر هستش و باب قبلی که الحمدلله که باب بسیار پر منفعت و نافعی بود گذشت، باب بعدی انشاءالله که ورودمون و خروجمون از این باب با تحقق به اون محقق بشه و معارف او در جانمون انشاءالله بشینه، باب صفت محشره. خب طبق متعارف و قاعده‌ای که داشتیم آیات باب رو و تفسیر آیات رو در ضمن روایاتی که تو باب خونده میشه خدمت دوستان عرض میکنیم، لذا جدا به آیات و روایات باب نمیپردازیم. پس یه دفعه طی و صفحه میکنیم از صفحه 62 به صفحه چند؟ به صفحه 98 که باب روایات شروع میشه از اینجا. اولین روایت باب صفت محشر، اولین روایتی که در صفت محشر ایشون نقل میفرماین، مرحوم مجلسی نقل میفرماین، روایتی است که ابراهیم ابن عبدالبلاد عن یعقوب ابن شعیب ابن میسم، این از نوادگان میسمه. نوادگان میسم در نقل حدیث دستی دارند. اگر رجوع کنید به نوادگان میسم، حتی بعضیشون به عنوان میسمی، یعنی تو روایت به عنوان چی؟ میسمی، یعنی همین اثبات داره به میسم. با چندین نسل نوادگان میسم دست داشتن. ان میفرماید رضا ان یعقوب ابن شعیب ابن میسم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. خب میسم یکی از اون یاران بسیار ولایی بوده، از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام بوده دیگه اینا رو خودتون میدونید. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نار تخرج من قعر عدن تزیع لها اعناق الابل تبصر من ارض الشام تسوق الناس الی المحشر. یکی از خصوصیات اشراط الساعه رو که نقل میکنه برای اینکه محشر میخواد به پا بشه رو خروج ناری میدونه که در این روایت که از عدن. عدن کجاست؟ عدن کجاست؟ این جغرافیای عدن یمنه دیگه، پایتخت یمن جنوبی بود یا خلاصه چی؟ صنعا و عدن دیگه ها؟ بله صنعا، یعنی صنعا پایتخت یکیشون بود، عدن هم پایتخت که یمنه. ما یه عدن داریم در رابطه با یمن، یه حضرموت داریم در رابطه با یمن، اگر یادتون باشه وادی برهود در حضرموت، وادی برهود در حضرموت. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. نقش وادی برهود در حضرموت چی بود؟ ارواح اشقیا در وادی برهود در دوران برزخ در اونجا بودن. گفتیم هم که بحث زمینی و مکانی نیست، اما تعلق به اون زمین داره، چنانچه در خلاصه وادی السلام ارواح مؤمنین بود که تعلق به اون عرض داره، که اینها دیگه اون با اون این من شیئ الا عندنا خزائنه، مراتب این عرض، مراتب این مکان بحثش قبلا چی بود؟ حل بود، چون ارواح دیگه مادی که نیستن، درسته؟ اما خود این مکان ها هم مراتب وجود رو دارن، لذا ارواح به مرتبه ای از وجود این مکان مرتبطه، اونی که در برهوت ارواح کفار و اشقیا و اونی که در وادی السلام ارواح مؤمنین و در حقیقت سعدا در به اونجا مربوطه. این ناری هم که قبل از ظهور محشر، در حقیقت قبل از اینکه محشر بخواد رفع بشه، یکی از اشراط و ساعت که قبل از محشر محقق خواهد شد. حالا روایاتی که در این باب هست خیلی مبین نیست، تقریبا شاید 5-6 روایت تو این باب وارد شده، اینجا حالا نیورده، یکیشون رو آورده، اما 5-6 روایته که اگر احساب کنیم تقریبا تو این بحث 5-6 روایت وارد شده که زبانهای مختلفی داره. این میتونه قبل از در حقیقت تمام شدن عالم دنیا باشه، این نار که یک نار دنیایی باشه، از بعضی از روایات استفاده میشه که آخر الزمان است، یعنی در دوران، یعنی این که میگه که از اشراط الساعه است، لزوما اینجوری نیست که فکر کنید که آخرین مرتبه است که یه دفعه دنیا با آخرت متصل میشه، دقت میکنید؟ یعنی از اون اشراط الساعه ممکنه از دوران قبل از ظهور هم بعد از اشراط الساعه قبل از ظهور حضرت محقق میشن، که دوران ظهور هم جزء اشراط الساعه است. این یه تعبیرش این است که میتونه چی باشه؟ میتونه در حقیقت به همین نحو باشه که ناری از عدن با این خصوصیت که چقدر تعبیرم سنگینه، اگر بخواد مادی باشه خیلی مثلا فشار سنگینه است که تخرج من قعر عدن، از عمق در حقیقت عدن این نار چی میشه؟ سرچشمه میگیره و فوران داره. توزیع لها اعناق الابل،
گردنهای شتران همه جا روشن میشه، یعنی سطح عرض چی میشه؟ چون گردن شتران پایینه، سطح عرض در حقیقت همه جا، نه اونجا فقط در عدم. چون میدونید آتش وقتی که دوره به اطراف خودش روشن میکنه، اما اگر این آتش خیلی مهیب باشه و سنگین باشه، تا عمق در حقیقت مسافت زیادی رو میتونه چیکار بکنه؟ تو بعضی جاها آسمان رو روشن میکنه، تو بعضی جاها چی هستش؟ اینقدر زیاده که تا زمین هم کشش داره. چون هرچی دورتر میشه انسان نسبت به آتش، افق آسمان رو میتونه آتش رو ببینه، اما ممکنه اونجا که قرار گرفته چی باشه؟ تاریک باشه، یعنی دیگه اونجا روشنه اون اونجا رو روشن نکرده، اما میتونه آتش رو ببینه. چنانچه بعدیش میگه تبصر و من عرض شام، دیده میشه از عرض شام، این آتش از عدن، در عدن، عرض شام با عدن خیلی فاصله داره، عدن در یمنه، یمن اون در حقیقت طرف عربستانه، درسته؟ شام این طرف عراقه، یعنی در حقیقت با از شام تا حالا کیلومتری نمیتونم تو نقشه میشه کسی از شام در حقیقت تا مثلا عدن رو کیلومتر بگه، چند کیلومتر فاصله است، چند هزار شاید کیلومتر باشه، به شاید بیش از مثلا هزار کیلومتره، مثلا همون بحثی که راج بله 24 ساعته شما رفتی؟ یا این که نه حسابشو داری؟ تا یمن؟ بله. تا عربستان؟ تا سوریه 24 ساعت پیاده، یعنی با ماشین. حالا 24 ساعت پیاده رو شما حساب کنید تا عربستان، بعد تازه عدن چی هستش؟ بعد از عربستانه، درسته؟ عدن بعد از عربستانه، حالا حساب کنید یه همچین، بله؟ یعنی یه همچین مسافتی رو، حالا تو روایت دیگه، روایت هم سندش بد نیستش، اما حالا میگم که از اون محکماتی نیستش که حالا حتما انسان روش بخواد قسم حضرت عباسی بخوره، سند روایت هم بد نیست، اما به عنوان یکی از حقایقی که قبل از مثلا قیام به پا شدن قیامت محقق میشه، چون چند روایت هم هست، در یه روایت دیگری میفرماید که حالا این روایت رو بیان بکنیم. بله جان، چرا تعبیر نمیکنه؟ خوبه تعبیل نکرد، مد روایت تعبیل یعنی در حقیقت بیان ظاهرشه دیگه، میگه نارون تخرج من قعر عدن توزیع لها اعناق الابه، یعنی حالا ادامه شو، تبصر من عرض شام، یعنی در حقیقت از عرض شام هم دیده میشه این آتش. چی کار میکنه این آتش با این سنگینی؟ تسوق الناس الی المحشر، سبب سوق دادن مردم میشه به سمت محشر، یعنی در حقیقت این آتش کارش چیه؟ رسالت این آتش چیه؟ مردم برای حشر آماده کردن، آماده کردن برای حشر. تسوق و ناسوق میده، سوق دادن یه سوق دادن مادیست، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت مردم رو مستر میشن، مردم بیچاره میشن، مردم در حقیقت آواره میشن، در بدر میشن با این آتش، در حال فرارن. این فرار و این حالت هیجان و هیجان و حیرت انسان رو آماده میکنه که محشر به پا بشه، که تو اون حالت محشر هم یکی از خصوصیات محشر چی هستش؟ اون حیرت خاصشه، اون دهشت خاصشه که تو اون حالت محشر به پا میشه. ممکنه که منبع و منشأ زمینی اون این نار باشه که ابتدا مثلا شروع بشه، این ممکنه یه نگاه این باشه که اگر آتش رو مادی تعبیر بشه که کشششم هم داره روایت که آتش چی باشه؟ مادی باشه. اما اگر کسی آتش رو مادی نگرفت، اونم برای خودش توجیهاتی داره، ولی خب بنابراین بوده که دیگه سعی بکنیم که خیلی تو عمق مسائل وارد نشیم دیگه. حالا آقا میخواد سوال بکنه ما رو گول بزنه، ولی ما هم حواسمون هستش که زیاد از مسئله رو از سطح ظاهر عبور نکنیم. حالا دو سه تا روایت، سلام علیکم ورحمت الله، چند روایت دیگه هم تو این مسئله هستش، از جمله در روایت دیگری میفرماید که فی خبر عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام، خب سلام علیکم ورحمت الله، پیغمبر خدمت پیغمبر میرسه و چند تا سوال میکنه. خب یهودی قوی بوده این عبدالله، از عالمان به اصطلاح یهودی بوده، خب جزء بزرگانشون حساب میشد عبدالله ابن سلام، خیلی روش حساب میکردن. سلام علیکم ورحمت الله. عبدالله ابن سلام خدمت پیغمبر میرسه و وقتی که آقا خدمت شما بفرمایید، خدمت به اصطلاح پیغمبر میرسه و اونجا وقتی که اظهار میکنه که چند تا سوال از پیغمبر میکنه، این چند تا سوالش یا الله، این چند تا سوالو که جواب میده وقتی که در حقیقت میخواد ایمان بیاره، اونجا اظهار میکنه که اگر من همینجوری ایمان بیارم، بعدن یهودیا مثل همین کاری که الان رسمه، بعدن یهودیا چیکار میکنن؟ میگن عبدالله بن سلام اصلا آدم مهمی نبود،
اول شما یهودی‌ها رو جمع کنید، بپرسید عبدالله ابن سلام در بین شما چه منزلتی داره. خود عبدالله ابن سلام پیشنهاد میده، وقتی جمع میکنند و میگن از بزرگان ماست دیگه، مگه مثلا روز اسمش قسم میخوریم، این خیلی عظیمه. حالا عبدالله ابن سلام بعدن چه کار شده چه چیزایی، حالا فعلا این مبدئیه داره میگه، ما اون مسائل بعدیش بمونه برای بعدش، ولی فعلا اون مبدئیتش میگه که اول اینو بپرسید ازشون. میگن عبدالله ابن سلام در نگاه شما چه منزلتی داره؟ میگن عبدالله ابن سلام خلاصه بزرگ ماست، این همه کاره ماست، ما اعتماد کامل بهش داریم. میگه اگه اسلام بیاره شما چه کار میکنید؟ میگن نه امکان نداره اسلام بیاره، اصلا ممکن نیست، اون عالم ماست، بزرگ ماست، وقتی که اسلام میاره همونجا شروع میکنن. میگن عبدالله ابن سلام که اصلا ارزشی نداره که، یعنی بلا فاصله همونجا تا میگن که عبدالله ابن سلام اونجا خودش میگه من اسلام آوردم، اینا برمیگرده حرفشون، منتها یه حجتی میشه علیه خودشون دیگه، یه احتجاج شده اونجا. که حالا این عبدالله ابن سلام سوالاتی رو میکنه، از جمله سوال در رابطه با همین اشراط الساعه، از قبل از ایمانش سوال میکنه، میخواسته اطمینان پیدا کنه چون خبر داشته. سأل النبی صلی الله علیه و سلم عن اول اشراط الساعه فقال، از اولین اشراط ساعت چی هستن؟ سوال میکنه از پیغمبر، پیغمبر میفرمایند که فقال نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. این یه تعبیر در حقیقت چی هستش؟ جدیدتریه در اینجا. اضافه چی هستش؟ اونجا داشتش که من قعر عدن این نار نشأت بگیره. خب قعر عدن نشأت میگیره، اینجا تعبیر از قعر عدن به چی شده؟ مشرق. بعد اونجا گفته بود الی المحشر اونها رو در حقیقت سوق میده، اینجا میگه به چی سوق میده؟ من المشرق الی المغرب سوق میده. دقت میکنی؟ این تو تعبیر ظاهریش یه معنا پیدا میکنه، تو تعبیر در حقیقت به اصطلاح یه خورده دقیق ترش هم معنای دقیق تری پیدا میکنه، تو طول هم دیگه هم هستن، تنافی هم با هم دیگه ندارن. حالا دیگه شما بالاخره یه دو کرسیش میکنیم از اونجا حاشیه بزنید شما، ولی نه عیب نداره، ولی میخوام بگیم که یعنی بحث رو میخوام تو سطح ظاهرتر حرکت بکنیم که روایت بیشتری بکنیم، تا الان همینجا داریم روایت میکنیم دیگه، یه روایت دیگری اینجا باز داریم میکنیم، در روایت دیگری باز میفرماید که خب یه خورده احساس کردم جلسه قبل به خصوص بحث خیلی سنگین بود در رابطه با بحث حقیقت قیامت و اینکه علم ها این در ربیه، یه کمی خلاصه خود من بعدن گفتم خدای نکنه خلاصه ما حق دوستان رو ضایع بکنیم، سنگین میشه بحث، همه دوستان مثلا اون به اصطلاح استفاده رو درست نبرن، باعث بشه که لذا یه کمی حالا بحث رو اشارهشو میکنیم، دوستانی که اهل اشاره هستن دنبالشو میگیرن، رهاش نمیکنیم فقط یا الله سلام علیکم. لذا در روایت دیگری باز میفرماید که ان امیرالمومنین علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله علیه و آله و سلم، حالا صلوات بلند بفرستید. عشر قبل الساعه، ده علامت است که قبل از ظهور قیامت محقق میشه، از اشراط الساعه اینا ده تا هستن. بعد لابد منها، اینو حالا کسی خواست جلد 52 صفحه 209 نقل کرده، من فقط اون دهمیشو که آخریشه و به ما مربوط میشه رو عرض میکنم. میفرماید که و نارون تخرج من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر، که شبیه این روایت ماست. در روایت دیگری هم داریم که این روایت سندش قوی نیست، خیلی سندش خیلی قوی نیست، متنش هم من از جهت تاریخی نمیدونم محقق شده یا نه. میگه وقتی که بین معاویه و امیرالمومنین علیه السلام جنگ بود، جنگ صفین، ملک روم بالاخره چون مراقبه داشت در اینکه بالاخره بلاد اسلامی رو بگیرن، دنبالتون اونام جنگ باشون قبل شده بود، بالاخره اونام همون زمان یکی از علتهایی که امام حسن علیه السلام صلح کرد همون تعرض و آماده تعدی شدن ملک روم بود به مملکت اسلامی، خیلی رصد میکرد احوال کشور رو طبق این روایت میفرماید. بعد فرستاد گفتش که اول کسانی رو که از جانب امیرالمومنین، کسانی که میشناختن توی روم امیرالمومنین رو و کسانی که معاویه رو میشناختن، از اون بهترین در حقیقت کسانی که میشناختن رو جمع کرد، گفت بگید اینا چیان کیان، تحلیل کنید برای من که این دو دسته کیا هستن. و بعد نامه نوشت به معاویه و امیرالمومنین علیه السلام، گفت دو نفر از اخصائتون رو، اون در حقیقت خاص‌ترین افرادتون برام بفرستید، ما مشاوره داریم. برای هر کدوم نامه جدا نوشت، به عنوان سفیر بخاری کشور، ارتباطات خارجی بودی دیگه، ایناش محضور نداره.
امیرالمومنین اسلام امام حسن رو فرستاد و معاویه هم یزید رو فرستاد، دیگه خصیصینشون اینا بودن دیگه، اومدن دیگه کار به جای مثل امام حسن اسلام باید خلاصه در اونجا با این ملعون باشه. اومدند و بعد اونجا یه سوالات عمومی کردن، یه سوالات خصوصی کردن. جریانشون رو رجوع کنید تو جلد 10 بهار صفحه 132، اونجا خودتون خلاصه سوال بکنید تا این جاش که به بحث ما مربوط میشه. ثم سأله ملک روم از امام حسن علیه السلام سوال کرد ان ارواح الکفار عین تشتمه، کجا جمع میشن، که بحثشو قبلا داشتیم. قال تشتمه فی وادی حضرموت وراء مدینه الیمن ثم یبعث الله نارا من المشرق و نارا من المغرب. اینجا ببینید تفاوت میکنه باز. این چندمی روایت داریم خدمتتون عرض میکنی، چهارمی روایته. یه روایت که تو کتاب بود، دو تا روایت هم از دو جای دیگه براتون خوندم، دو زبان داشت نزدیک هم بودن، اینم یه زبان دیگه. ببین نباید کنار هم بیاد به طبق در حقیقت اون چیزی که میشه ازشون جمع تا جمع بین اینها بشه دیگه. نارون من ال ثم یبعث الله نارا من المشرق. مشرق که میگن یعنی مشرق، نه مشرق نسبی که همه جا نسبت به مغرب میشه مشرق، یعنی شما اگه برید تو یمن وایسی مشرقش میشه اون طرف کره زمین، دقت میکنید؟ نه، مشرق مسکونی کره ارض، مشرق مسکونی کره ارض، یه مشرق مسکونی داشته یه مغرب مسکونی، که در حقیقت اینجا رو عنوان مشرق و مغرب میکردن. البته اون مشارق و مغارب هم که هر طرفی نسبت به این طرف مشرق به اونم قرآن داره، مشارق و مغاربش هم داره، اونم جداست. اما این مشرق و مغرب که در روایات میاد، اینها در حقیقت چی هستش؟ عمدتاً ناظر به مشرق و مغرب سکونت اهل ارض است در زمین، که نسبت به هم دیگه میشدن مشرق، عنوان داشت، تعین داشت، نسبی نبود. که تقریبا طرف یمن و عربستان اینها همه اطلاق چی میشه برش؟ اطلاق مشرق میشده. خب مغرب هم میشده بلاد روم و این سمت ها میشده مغربه در حقیقت، چی؟ مثل شام به بعد میشده مغرب. بعد میفرماید که ثم یبعث الله نارا من المشرق و نارا من المغرب و یتبعهما بریحین شدیدتین فیحشر الناس عند صخرة بیت المقدس بیت المقدس فیحشر اهل الجنه ان یمین الصخره و یزلف المتقین و یسیر جهنم ان یسار الصخره و فی تخوم الارضین الصابه و فیها الفلق و السجین فیعرف الخلائق من عند الصخره فمن وجبت له الجنه و دخلها. این لسان این روایت یه قدری با لسان روایت دیگه تفاوت داشت. دو تا نار از دو جانب زمین نشأت میگیره، مغرب و مشرق، و این دو تا نار در حقیقت آماده میکنه انسان رو برای تمایز. تمایز بین چی؟ بین در حقیقت مؤمنین و کفار. این دوتا ناری که دو جا میاد، حالا این میتونه یه منشأ ارضی داشته باشه که وقتی شدتها اوج میگیره تمایز بین دو دسته بیشتر آشکار میشه، هرچی شدت اوج. این نگاه مادیشه که وقتی که نار مشرق و نار مغرب در کل منطقه مسکونی ارض شدتی در حقیقت اوج می. حالا این نار هم ممکنه سببهاش متعدد باشه، ممکنه سببش طبیعی باشه، ممکنه سببش غیر طبیعی باشه، حتی ممکنه کسی که سبب غیر طبیعی مثل در حقیقت چی باشه؟ یه جنگ اتمی باشه. هیچ عیبی نداره، امکان پذیره، مصداقش میشه باشه، اما اینکه حتما بگیم مصداقش اینه، نه، نمیشه همچین در حقیقت چیکار کرد. یه جنگی در حقیقت محقق میشه که این جنگ ناری در مشرق، یعنی این قسمت مسکونی ارض و قسمتی هم اون طرف، یه همچین چیزی آماده میکنه انسانها رو برای چنانچه قبل از ظهور حضرت، آیا قبل از ظهور حضرت فشارها و شدتها و سختیها زیاد نیست طبق روایات؟ تا وقتی آماده میشن یأس حاصل میشه و امید در حقیقت به یک منجی پیدا میشه که اون منجی وقتی میاد مقبولیت داره، یعنی عمده کارها قبل از ظهور حضرت محقق میشه، نه حضرت بیان عمده کارها رو بعدش. ما عمده کارهای زمین چینی قبل از، آیا برای اینکه حقیقت قیام این سنت الهیه که اگر میخواد یک کمالی رو بده، کمال در دایره ابتلاء، انسان تو ابتلاست که به اون رشد نهاییش میرسه، دقت کنه تو رفاه به اون اوج نهایی انسان نمیرسه، حالا دیگه این سنت الهیه. پس اگر ظهور حضرت میخواد محقق بشه، اون ابتلا سبب میشه، آماده برای ظهور میشن. اگر میخواد قیامت محقق بشه، با توجه به اون بحثی هم که قبلا خدمتتون داشتیم که هر تناسب کامل بین این دوتا هست، منتها در شدت و حدت با هم دیگه تفاوت میکنن، دو مرتبه یک واقعیت هستن، درسته؟ پس باید قبلش یک
این شدت و ابتلایی که این ناری که در اونجا میگن در شرق و غرب یا از شرق شروع میشه به غرب سوق داده میشه، اینا همه مصداق این روایت میتونه باشه که هم نگاه مادی به روایت بکنیم که توجیه مادی داشته باشه مسئله، حل شدنیه، با اعتبار سازگاره، هم ممکنه که مسئله چی باشه؟ فوق این مسئله باشه. غیر از این مراتب دیگه‌ای از بحث هم توی این مسئله داشته باشه، اما همین قدرش هم چیکار میکنه؟ جواب میده، با اعتبارم سازگاره. خب از این روایت به در آمدیم الحمدلله رب العالمین. نگفتیم از متشابهاته، گفتیم از محکمات نیست. اما محکمات نیست یعنی این که از محکمات نیست، یعنی از اون بحث هایی که روایات و آیات ما به صورت خیلی متقن بیان رو کرده باشن که یه در حقیقت معنا برای ما هیچ، مثلا ظهور حضرت از محکماته، ظهور حضرت از محکماته، درسته؟ این که قیامت پا میشه از محکماته، اینی که جهنمی در کار است و بهشی در کار است از محکماته، این که مواقفی در کار است از محکماته، اما این که این موقف یا آن موقف این جزء محکمات نیست. اینی که بعضی وعده هایی که برای ظهور حضرت قبل از ظهور داده شده بعد اشراط حتمی الوقوع باشه از محکمات نیست. لذا بین حتمی الوقوع ها هم که در روایت اومده تفاوته، گاهی میگن این 4 تا حتمیه، گاهی میگن این 5 تا حتمیه، گاهی میگن این 10 تا حتمیه. دقت کردید؟ اینا با هم متفاوته، اینا جزء حتمی الوقوع ها نیست، ممکنه در حقیقت چی باشه؟ متشابه باشه، به این معنا متشابه وقوعی باشه. سلام علیکم ورحمت الله خوش مو یا الله. بعد روایت اول پس تمام، روایت دوم جان بله دیگه 8 با سوره دوم اتفاق میفته، منتها 8 در حقیقت اینجا که میگن اون حشری که همه مردم از قبرها به پا میخیزن با به معنای خاصی با سوره دوم محقق میشه، اما 8 به معنای عامش که قیامت فی صفت المحشر به معنای عامش از بعد از چی محقق میشه؟ از بعد از در حقیقت من. اما این که چرا اینجا این رو گفته سوره دوم در حقیقت بعد از سوره دوم این محقق میشه، خب این میتونه ناظر به این باشه که انسانهایی که قبل از دنیا رفتن، درسته؟ اینها تو برزخ هستن، اما هنوز در حقیقت انسانهایی چی هستن؟ در زمان آخر الزمان تو دنیا هستن یا نیستن؟ این نسبت به اونها قبل از وقوع سوره دوم، سوره اول و سوره دوم، این نسبت به اونها محقق میشه، متصل به اونها میشه. یعنی ممکنه برای ما نباشه، یه ممکنه هم هست در حقیقت برای ما باشه، البته شاید ما اهل آخر الزمان باشیم که قیامت هم به ما میرسه، نمیدونیم دیگه. حالا میگم امید قبل از مرگ قیامت رو ادراک میکنیم، نه دیگه، این متصل میشه اینها. یعنی در حقیقت این نار، این نار تسوق الناس، عرض کردم این نار تسوق، اولش این قید رو عرض کردم، همین احتراز از این سوال ایشون چی بود اگر یادتون باشه گفتم، گفتم این وقایعی که میگه تسوق الناس الی المحشر، محشر که محقق نشده، تسوق الناس آماده میکنه، درسته؟ این که آماده میکنه تو روایت اومده گفتن اینا از اشراط الساعه است، ممکنه که قبل از ظهور حتی محقق بشه، این قبل از ظهور حضرت، اما از اشراط چی باشه؟ اشراط الساعه باشه. دقت میکنید؟ یعنی این حقیقت آماده کننده است برای چی هستش؟ نه اینکه بلا لذا تو روایت دیگر هم گفت از اولین در حقیقت شروط اشراط الساعه، نشون میده اشراط الساعه خودش علائم دیگری هم داره که باید محقق بشه، که بعد از جمله بعدیاش چی رو ذکر میکنه؟ ظهور حضرت رو ذکر میکنه، یعنی اولیش اینه، بعد تو بعدیاش ظهور حضرته، نشون میده که این میتونه چی باشه؟ قبل از ظهور حضرت حتی محقق بشه، که ولی کارش چی هستش؟ نسوق الناس، تسوق الناس الی المحشر، یعنی این آمادگی رو ایجاد میکنه که انسان، به خصوص با اون بیانی که خود ظهور از مراتب حشره، این خیلی سازگار میشه. دقت میکنی؟ که خود ظهور حضرت از مراتب چی هستش؟ حشره. لذا اگر که در حقیقت اونجا هر علامتی که اتفاق میفته که انسان رو نزدیک میکنه به ظهور حضرت، این میتونه صدق پیدا بکنه، عنوانش در حقیقت باشه که تسوق الناس الی المحشر، صدق میکنه، درستم هست، با توجه به این از مراتب اون که قبلا عرض کردیم دیگه. همین حالا کفایت میکنه دیگه، خیلی همین قدرش هم یه روایت دو خطی خوندیم، این همه اون وقت حالا دیگه در روایت 4 تا روایت زیدش آوردیم براتون خوندیم دیگه. در روایت بعدی یه روایت بسیار دقیق و بسیار اثرگذار و متقن، هرچند راوی نهاییش شریح قاضیه، یعنی اون کسی که
نقل میکنه شریح بوده که در جلسه خطبه امیرالمومنین علیه السلام حاضر بوده، شریح نقل داره میکنه. اما در ضمن این خب راویان بزرگواری مثل عبدالعظیم الحسنی رحمت الله علیه هستن یا در حقیقت عبان هستش و دیگران هستن که نشون میده که روایت بسیار خوبی است. خب شریح من باب این که تو زمان امیرالمومنین علیه السلام جزو قاضیات خود قاضی القضات قاضی حضرت امیر علیه السلام توی کوفه بوده و اونجا حکم میکرده که حالا دیگه اون رهبری اگر یادتون باشه یه سخنرانی که داشتن توی یک از سخنرانی هاشون این بحث شریح رو نقل کردن، گفتن یکی از خواصی که لغزی و تاریخ رو سرنوشتش رو عوض کرد شریح بود، که وقتی که شریح اومدن قصر عبیدالله بن زیاد رو طرفداران هانی محاصره کردن و هانی در حقیقت و قصر عبیدالله به عنوان دعوتش کرد و اونجا گرفتش و شروع کرد به زدن و شکنجش و قومش اومدن که نجاتش بدن. وقتی که اومدن اونجا عبیدالله دید اوضاع وخیمه و اینا جنگاورن و تعدادشون هم زیاد بود، حالا قصهش هم مفصله، رهبری رو این مقدارش رو رهبری نقل کردن توی یک از سخنرانی خواص و عوامشون که فرمودن. بعد اونجا شریح رو عبیدالله گفتش که تو برو هانی رو ببین، اگر زنده است برو به اینا بگو زنده است اینجا. خلاصه شریح میگه من اومدم دیدم در حالی که هانی لتو پارش کرده بودن اینا زنده بود، رفتم بالای قصر دارالاماره اونجا در حقیقت کار کردم، اومدم بگم که چه کردن. خود شریح میگه اومدم بگم که با هانی چه کردن، که اگر میگفتم چی میشد اینا میریختن. عبیدالله هنوز تثبیت نشده بود، تازه وارد شده بود، اگر میریختن و میگرفتن چی میشد؟ عبیدالله سرنگون شده بود و مسلم هنوز تو شهر بود و هنوز شهید نشده بود، مسلم دوباره چی میشد؟ پابرجا میموند. و خط تا رهبری میفرماید این تشخیصش در حقیقت درست بود، اما ترسش نگذاش که این در حقیقت گفتیدم جاسوسان عبیدالله هستن بالای قصد دارالاماره، ترسیدم از جانم و در حقیقت گفتم من الان اومدم هانی زنده است و پیش عبیدالله است و داره پذیرایی ازش میکنه، که این خط تاریخ رو یک اشتباه بی وقت تصمیم گرفت، یعنی به وقت تصمیم نگرفت. اون موقعی که جاش بود ممکنه بعد از اینم پشیمون بشه، اما پشیمانی بعد از این دیگه اون اثر اون وقت رو نداره که اون به وقت انسان تصمیم به جا رو بگیره. ایشون این بحث رو داشت مطرح میگرد، این مثال آورده، به وقت تصمیم گرفتن یه اثری برش مترتبه و الا بی وقت تصمیم گرفتن دیگه اون اثر برش مترتب نیست. حالا تو این روایت بالاخره از باب این که این شوره بالاخره چند بار نقش داشته و این نقشاش هم خیلی ضربه زده توی تاریخ به اهل بیت علیهم السلام، از جمله یکیش همین جریان هانی بودش، میگه که میفرماید که قضائری دیگه تا سند روایت میاد ان شریح القاضی ان امیرالمومنین علیه السلام فی خطبه طویله. این خطبه طویله رو اگر خواستید به جلد 74 صفحه 273 رجوع کنید، جلد 74 صفحه 273 فکر نمیکنم تو نهج البلاغه اومده باشه، من تو نهج البلاغه این رو ندیدم ولی تفحصم الان نکردم که ببینم، از قبل تو ذهنم که بود تو نهج البلاغه اینو ندیدم، اینجا هم از نهج البلاغه ذکر نکرده، از اماری شیخ طوسی نقل کرده. میفرماید که ان شریح القاضی ان امیرالمومنین اسلام فی خطبه طویله، که اینجا قسمتیشه، قال اسمع یا ذل قفلت. این اسمع یادش میافتادم یعنی اونجایی که دارن تلقین رو به میت میکنن، اسمع در حقیقت اونجا تکونش هم میگن بده، وقتی که میگیری شونه رو تکونم بده، اسمع در حقیقت صداش بزن، اسمشو بیار و بعد شروع کن اون تلقین رو. اسمع یا تطابق هم داره، یا زل قفلت و تصریف، ای کسی که قفلت و دگرگونی ها و اشتغالات تو رو با خودش برده، یا زل قفلت و تصریح. اسمع یعنی اول اون طرف رو تعریف میکنه، کی رو داره میگه؟ خطبه خونده، خطبه تو ظاهرش روز جمعه بوده اگر یا اشتباه نکرده باشن، یعنی خطبه نماز جمعه است داره اونجا، اگر اشتباه نکرده باشن خطبه نماز جمعه است داره میخونه، اونجا به مردم میگه یا زل قفلت و تصریح، اسمع بشنوید. از کی بشنوی؟ منزل وعظه و تعریف، از کسی که این صاحب وعظه و آشنا و آگاهه، یعنی در مقام وعظه و در حقیقت جای وعظ اینجاست. منزل وعظه و تعریف، جو الى یوم الحشر یوم العرض، خدای تعالی روز حشر را روز عرض و سؤال و هباب و نکال قرار داده. خب عرض که معلومه،
یوم الارض که اونجا انسان آشکار همه چیش عرض اعمال است بر خدای تبارک و تعالی. سؤالم که معلوم است که اونجا سؤال از این می شود که انسان تمام اون اطلاعات و حقایقی که براش پیش آمده بوده چگونه در مقابل اینها چکار کرده؟ عمل کرده. این دوتا که معلومه. ول هباء و نکال. خب در مقابل عرض و سؤال هباء و نکاله. هباء چی هستش؟ یوم العطا. هباء عطاست، یعنی یوم العرض و سؤال ول هباء و نکال. از این طرف سوال میشه و عرض اعمال است، از اون طرف چی هستش؟ عطا هست و نقال است، که نقال هم نقمت و عذاب است، یعنی هم عطا است نسبت به اون کسی که از پاسخ این سوال و عرض خوب به در بیاد و نقال است برای دیگری. یوم تقلب الیه اعمال الانا، در اون روز تقلب فیه، تقلب الیه، تقلب الیه تعبیر خیلی دقیقیه. تقلب الیه، ضمیر الیه به کی برمیگرده؟ به کی؟ به کی برمیگرده؟ تقلب الیه اعمال الانا. دو سه تا احتماله؟ دو سه تا احتمال داره، ولی به نظر من دقیق ترش اون دو سه احتمال دیگه هم هست. دقیق ترش به نظر من این است که تقلب الیه رجوع میکند به سوی خدا، اعمال الانا. تقلب الیه اعمال الانا، اعمال مردم، انام هم عام‌تر از خلاصه مردمان، یعنی جن و انس رو شامل میشه، یا در لغت میگن جن و انس، انام، یا اینکه مطلق من فی الارض. دقت میکنید؟ مطلق من فی الارض رو میگن انام، اطلاق شده هر دو در لغت و هر دو اطلاق شده. یوم تقلب الیه به سوی خدا، چون اونجا دیگه اعمال مربوط به افراد نیست، این با نظام توحیدی هم خیلی سازگاره که تقلب الیه اعمال الانام، اونجا دیگه حاکم و قاضی کی هستش؟ چون روز عرضه دیگه، مگه روز عرض نیست؟ قبلش نخوندیم یوم العرض و سؤاله؟ پس اونجا تقلب الیه به سوی او برمیگرده، به سوی هم که برمیگرده حتما اون طرفی که به سوی برمیگرده باید عالی تر باشه یا نه؟ میگیم این به سوی او داره میره، غایت دیگه. پس این همه مسئله رو نزدیکتر میکنه که الیه کی باشه؟ الله باشه. یوم تقلب الیه یعنی یور ترجع الیه اعمال الانام، همه اعمال به سوی او برمیگرده. و تحصافیه، در اون روز چی میشه؟ اگر این تحصافیه قرینه میشه برای این که در اونم به یوم در حقیقت نزدیکتر باشه، که تقلب الیه در اون تا به سوی به یوم نمیگن، میگن اینجا اعمال هم از خود انام نیستن. بله دیگه، اعمال بر دیگه، چون خودشون همه اعمال جمع میشه تو خود اینها، در تو میگه تقلب الیه به سوی او برمیگرده، همه اعمال ما میره به سمت روز محشر. تو اونجا به محشر بزنی، تقلب الی المحشر اعمال الانا، بگیم تقلب الی الله، هر دو سازگار است قدم، ولی کن اگر برگردونیم تقلب الیه به خدا، مطابق با توصافیه نمیتونیم. توصافیه چی میشه؟ توصافیه اونجا احسا میشود در آن روز، لذا در حقیقت توصافیه به محشر بهتر میخوره. توصافیه جمیع الاسام، همه در حقیقت گناهان در آن روز جمع میشود، احسا میشود. حالا آسام رو هم گناه معنا کردن، که هم در حقیقت آسام رو عواقب و نتایج. توصافیه جمیع الاسام، من تا آسام به معنای گناه ها سازگارتره. با چی سازگارتره؟ با اعمال دیگه، یعنی اون که اعمال الانام و آسام هم به انام برمیگرده. یومون تقلب الیه، بله یومون تقلب الیه، آه احسن تو، این اگه اینجوری بخونیم خیلی خوب میشه، این دیگه بهترین چیزه. یومون تقلب الیه اعمال العباد، اگر با یومون بخونیم، من دنبال این بودم که یه راهی برای این بهتر خوندنه. یومون تقلب الیه اعمال العباد، درسته، این مبتدا میشه، این خبرش میشه که تقلب الیه اعمال العباد، این برمیگرده به اونم ضمیری میشه که برمیگرده به اون، درست میشه. بله یومون تقلب الیه اعمال الانام، بله جو الى یوم الحش، یوم الارض و السؤال و الهبار و النکال. یوم نه دیگه، نه دیگه، داره بیان میکنه الان دیگه، جو الى یوم الحش، یوم الارض و السؤال و الهبار و النکال. یومون حالا داره یوم الحش رو توضیح میده. یوم الحش چی هستش؟ دیگه مفعول اون نیست. جو الى یوم الحش، یوم الارض و السؤال و الهبار و النکال. یومون تقلب الیه اعمال العباد و تحصا فیه جمیع الانا، این تعبیر به نظر من بهتر میشه حالا از تعبیر اول. بله
نه دیگه، یعنی در حقیقت بهتر میشه. بله بله، خلاص این حالا یه خورده بذاریم با اخلاقیاتش خیلی به ادبیاتش گیر کنیم و از چیزش بمونیم. یومون، حالا دیگه اگه به همون سبک بخوایم بخونیم، یومون تذوب من النفوس احداق و عیونها، در اون روز چشم ها چی میشه؟ حدقه ها در عیون ذوب میشود از شدت سختی و فشار اون روز. یعنی چشمی که از در حد اعضای حساس وجود انسانه، که این در سختی ها اولین چیزیست که یه خوده که گرم میشه، یه خوده که سخت میشه، خسته میشه، سوزش چشم چی هسته؟ حالا اگه این شدت پیدا کنه، این سوزش تبدیل میشه به چی؟ اگر خیلی سوختن، یواش یواش ذوب شدن، مثل که کار افتادن. تعبیر از شدته، بیان شدته. یومون تذوب من النفوس احداق و عیونها، اون از حدقه انگار این چشما چی شده؟ ذوب شده و ریخته. و تزع الحوامل ما فی بطونها، که در قرآن هم این اومده دیگه، که خود در حقیقت کسانی که در حقیقت حملی داشتن، اینها حمل رو در حقیقت ورد میکنن و به زمین میگذارن از شدت اون روز. که حالا این همه اینها هم نظام ظاهریش ملاکه، هم مراتب دیگرش ملاکه. چنانچه در روایات تزعل حوامل مافی بطونها رو هم تعبیر کردن به این که زن حامله بچهش در حقیقت به دنیا میاد، هم تعبیر شده به این که اعمالی که تو وجود انسان در حقیقت تو وجود انسان بهش عمل کرده، تزع اینها رو به خصوص نسبت به اون اعمالی که چی هستش؟ با ذات انسان عجین نشده، مثل حملی که در وجود انسان ذات انسان نیست، مثل یک صفت منفصله در وجود انسان، اعمالی که با ذات انسان عجین نشده تزع الحوامل. لذا انسان وقتی که از اینجا پا میگذاره بیرون، وقتی که میخواد در حالت احتضار یا ورود به محشر، هر کدوم از این مراتب که پیش میاد، از بس شدیده، هر اون چه که اولین بحثی که اگر یادتون باشه روزای اول این کتاب جلد 6 کردیم، که حقیقت موت، حقیقت چی هست؟ جدا شدن از اغیاره. یادتون هست؟ جدا شدن از اغیاره، که این بحث مفصلی چندین جلسه اینو گذروندیم که حقیقت موت جدا شدن از اغیاره. لذا انسان در لحظه موت داره از اغیار جدا میشه. همینطور تو مواقف دیگه عرضم کردیم، تو مواقف دیگه هم شدت ها چی میکنه انسان رو؟ مرتبه به مرتبه از اغیارش جدا میکنه، از جمله همین موقف. تزع الحوامل ما فی بطونها، اونی که در درونشون بوده عنوان میشده که این است، مربوط به این است. اما چی بوده؟ مثل زنی که در حقیقت فرزندی در دل داره، این فرزند او نیست. دقت میکنی؟ اون خودش یه روح جدایی داره، اما در حقیقت اینجا چی بوده؟ محل در حقیقت رشد این بوده، بذار این جدا میشه از این. اون اعمالی که عرضی برای انسانه تزعو. حالا این تزعو دو مرتبه هم داره ها، چه در جانب اون کسانی که اشقیا هستن، ممکنه عمل صالحی مربوطه به اونها چی باشه؟ عمل صالح مربوط اونها نباشه، یعنی عرضی باشه. چه مؤمنینی که بعضی از اعمال صالحشون عرضی باشه، اینا جا میمونه براشون. از اون طرف مؤمنینی که عمل سیئه چی بوده براشون؟ عرضیه، یعنی در حقیقت وجود اینها راه پیدا نکرده بوده، عرض وجود اینهاست. اون هم اینجا چی میشه؟ خود این شدت و هول برای این نظام تطهیری میشه. یعنی این تزع الحوامل، این مافی بطونها، اینها چی میشن؟ اینها از اون جدا میشه، که حالا اینا تو نظام اعمال باید اون بحثی که وعده‌ای که دادیم که بله اون نظام اعمال، نه حالا این هنوز دونه نظام ملکوتی، حکم ملکوتی، روایت حکم ملکوتی، او ادق از اینه، تازه مرتبه بعد از اینه. این خدا معنی ظاهری چگونه قابل فرضه؟ بعد از نفخ سوره، یعنی دیگه الان دیگه حاملگی اونهی در کنید. عرض کردیم که ببینید اون یوم هشت، اولا یه تعبیرش میتونه تشبیه باشه، ثانیا این است که اگر کسی حقیقت یوم هشت رو همین الان احساس بکنه، تزع الحوامل حملشون رو همین الان، یعنی اگر کسی همین الان رؤیت هش براش محقق بشه، به هر طوری که امکان پذیر بشه، بتونه این رؤیت رو چه در حالت در حقیقت نوم، چه در حالت مکاشفه، چون این حالت محققه، این هش حقیقت هش زمانی نیست، بعد زمانی نیست، اگر برای کسی محقق بشه اینقدر این شدیده که چی میشه؟ اگر برای کسی محقق بشه اینها همه محقق، نظام ظاهریش هم پس امکان پذیر. میخوام پس برای بیان نظام ظاهریش میگه دیگه، میگه نظام ظاهریش امکان پذیر، کمتر از اونش همچین اثری رو داره. یعنی نه اینکه اون فقط این اثر رو داره، میخواد بگه اون حتمیه این، اما نسبت به کمتر از این، فشار کمتر از این، تزع الحوامل مافی بطونها، دیگه این عادیه دیگه، مثل همون یوم تشیب الولدان در حقیقت داره، که یوم تشیب الولدان. لذا دیگری گفتن که وقتی بحث قیامت رو برای کسی گفته بودن، این یک دفعه یک روزه پیر شد این نوجوان،
پیر شد، یوم تشریف الولدان محقق شده بود. قصهش معروفه که ذکر میکنن ساعت تو داستان راستانم آید از ببینم شاید داستان راستانم باشه که کی مربوطه چی و اینا نقل میکنن. و از اون طرفم این بس حالا دیگه مثال خواستم دو تا مثال دیگه بزنم که اینا جریان یحیای پیغمبر زکریا نقل میکنه. این حدیث تو امالیه صدوق خیلی زیباست، حالا جای دیگه هم حتما هست ولی تو امالیه صدوق خیلی زیبا این حدیث رو نقل کرده، خیلی موعظه عجیبیه. اونجا میفرماید که زکریا وقتی میخواست حرف قیامت رو بزنه نگاه میکرد یحیی تو جمع نباشه، نگاه میکرد اگر یحیی بود از قیامت حرف نمیزد. یک روز نگاه کرد دید نه یحیی نیست، شروع کرد از عقبات قیامت صحبت کردن. اگر کسی اینجاست بفرمایید داخل، کسی بود از عقبات قیامت شروع کرد صحبت کردن. وقتی که شروع کرد یک دفعه همون وسط صحبت های حالا نوشته که چی هم میگفت او همونجا یک دفعه یک به صلاح خیلی شیهه یا بگیم خلاصه صدای بلندی از یحیی خارج شد و جدا شدن. عبا انداخته بود سرش ندیده بوده، داره که اونجا عبایی به صورت سرش انداخته بود در حال تفکر نشسته بوده. بعد میگن یک هفته مادر یحیی دنبال یحیی میگشت تا بعد از یک هفته پیداش کردن در حالی که تا سینه تو آب وایساده بود میجوشید از درون، تو آب وایساده بود تا خنک بشه، این خنک نمیشد از شنیدن خبر قیامت. برای ماهاست که تزاول حوامل ما فی بطونها نمیشه، برای ماهاست که خلاص تشیب الولدان نمیشه، تزوب و من النفوس احداق و عیونش نمیشه، ولی برای اون کسی که باشه همینجوری تو همین دنیا میشه. لذا تو همین دنیا مصداق داره، اگر مقداری از اون برای این چی بشه؟ عینی بشه، از علم حصولی به علم حضوری به یا تبدیل بشه. حالا بذارید این حالا اینا بحثا خوبه ها، ولی دیگه امروز میگم این روایت خوبه، بحث خوبی هم هست، نتیجه هم داره، ما هم دوست داریم بحثای کار بده، ولی بذارید این روایت میترسم نصف کار بمونه، اون اوجش خراب میشه، اوج روایت رو خرابش میشه، حیف میشه. بعد میفرماید که و تفرقوا من کل نفس وجیبها، این وجیب رو معنای مختلفی میشه براش کرد. وجیب در حقیقت مثل اون چیزهایی که انسان بهش عادت کرده معنا کردن، مثل اون به اصطلاح لوازم ضروری انسان. از اون طرف وجیب رو در حقیقت معنای دیگری هم تو لغت کردن، معنای دیگری که کردن وجیب رو کردن به این معنا که بذارید از خود لغت که نوشتم اینجا براتون بخونم که حالا اینجا نوشتم کجاش پیداش نکنم چه شام دیگه ما ریز نمیبینه. وجیب رو معنای دیگری که براش کردن تنگی نفس، یعنی وقتی که انسان نفس کشیدن به تنگ نامیرسه اینو گفتن وجیب، معنای دیگری برای وجیبه. لذا میفرماید اینجا به این سازگاره، به اون یکی هم سازگاره. زحمت اینو بکشیم هم پایینش هم بکشیم فرق نمیکنه. تو این روایت میفرماید که و تفرق من کل نفس وجیبها، از هر نفسی وجیبش که اون نفس کشیدنشه که با اون ضروریش هم سازگاره. نفس کشیدن ضروری نفس هست یا نیست؟ هر نفسی نفس کشیدن اولین حقیقتشه. میگه اینقدر اون هول و شدت شدیده تفرقه جدا میشه، این تفرقه این تفرقه دیگه، تفرقه من کل نفس وجیبها، از هر نفسی وجیبش چی میشه؟ نفس کشیدن از شدت هول از یادش میره، جدا میشه از اون. مثل که نفس کشیدن دیگه که ضروری ترین چیزه اینقدر سخته، یعنی نه فقط حوامل که یه چیز غیره، نه فقط در حقیقت اون که احداق عیون جدا میشن، بلکه بالاتر انسان نفس دیدید هول و حراس که میشه، انسان نفسش به شماره میفته، شدت پیدا میکنه. وقتی که این نفس ها در حقیقت به شماره هی هول هرچی عجیب تر باشه نفس کشیدن چی میشه؟ سخت‌تر و سنگین. اینقدر این شدیده که انگار نفس کشیدن از این جدا میشه. و تفرق من کل نفس وجیبه. حالا کسی ممکنه بگه همین بهتر است، خواستم بگم حالا یه تر و یهار فی تلک الاحوال عقل و لبیبها، اینا راست امیرالمومنین داره میگه ها، یهار فی تلک الاحوال در اون حول ها یهار و حیرت زده میشه کی؟ یهار و کی؟ عقل و لبیبها. لبیب کیه؟ کی؟ یه آدم خیلی عاقل رو که اهل لب اولو الالبابه میگن لبیب دیگه، لبیب خیلی عاقله. عقل لبیب یعنی عاقلی که عقل جزء ذاتشه و دیگه خیلی عاقله و دیگه واقعا عاقله،
عقلش از دستش چی میشه؟ یهارو، یعنی این عقل دچار حیرت میشه دیگه، کشش عقل نیست. همین که ما یعنی پس میتونیم در حقیقت بگیم که کشش عقل ما هنوز هست، پس معلوم شه که به اون موطن نه، این با عقل دیگه سازگار نیست. تحلیل عقلانی نمیشه اون موطن رو کرد، دقت میکنه؟ تحلیل عقل یعنی عقل به دو تا چهار تا بکنه که حالا محاسبه بکنه در اونجا، بخواد در حقیقت اونجا تحلیل یهارو فی تلک الاحوال، در اون هول ها. دیدید آدم عاقل هم وقتی یه دفعه مصیبت شدید برش میاد یه دفعه هول میشه، دست پاچه میشه، اونجا یهارو عقلش دیگه منتها یه مرتبه یهارو، اگر این هول شدید شدید باشه یهارو در حقیقت عقل لبیب، یعنی تمام عقلش چی میشه؟ حیرت زده میشه دیگه، جای عقلی است در اونجا. نه دیگه، اینجا موطن عقلیست یهارو. ببینید این حیرت در حقیقت فوق موطن عقله، یعنی دیگه در اینجا جایی میرسه که اینم داره برای کی میگه؟ داره در حقیقت برای یازل قفلت اسم یازل قفلت و تصریفم مخاطبش، نه خلاص پیغمبر اکرم، دقت میکنید؟ نه خود امیرالمومنین علیه السلام بگه اونجا یهارو عقل امیرالمومنین، که همون اشکالی که وقتی خطبه متقین رو امیرالمومنین علیه السلام برای جد بعد فرمودن که این موعظه حسنه، موعظه بلیغ، با اهلش این کارو میکنه، اون گفت تو چطور خلاصه اون ملعون، دقت میکنید که اونجا حضرت اینا، دقت بکنیم که این مال اهل قبر، کسی که گذر کرده از اینها، مثل همون فسائق من فی السماوات و الا من شاء الله، اینا من شاء، که در حقیقت اون کسی که تو اون موطن قرار میگیره حضور تامه، اصلا عقلش حیرت زده نیست. این عقل کسی حیرت زده میشه که اهل تصریف و غفلته، مشغول کرده عقلو به چی؟ به این محاسبات، درسته؟ اون حول ها تو محاسبه ای نبوده، وقتی که میرسه عقل لبیب در حقیقت چی میشه بر اونجا؟ بر اون در حقیقت حیرت زده میشه. نمیذارید ما بخونیم امروز خلاصه این روایت تمام کنیم و یهارو فی تلک الاحوال عقل و لبیب ها از، بله؟ از اینجا ایشون یه بحث سنگینی رو مطرح میکنه که دو وجهه بیان میتونه داشته باشه. یه وجهه بیانش همین تو راستای ادامه همین بیانه که درست هم از تطابق هم داره، یه وجهه بیانش از خصوصیات قیامتی که داره قیامت رو تحلیل میکنه. هر دو جا داره، هر دو هم مکمل هم دیگه هستن، معارض که نیستن، مکمل هم هستن. ما این قسمت اولش که تطابق با اینجا داره رو بیان میکنیم خدمتتون، اون تیکش هم اشاره میکنیم دیگه، با اون اشاره دنبالش میگه که اون دقیقه از حقایق قیامته. اذ نکرت الارض بعد حسن امارتها، چی میشه عرض؟ در اون حال و احوال قیامت، احوال محشر، نکرت الارض بعد حسن امارتها، بعد از اینکه خیلی عامر بود و عمران داشت و حسن بود در امارت، زیبا بود تمام اینها که عرض داشت، یه دفعه چی میشه؟ نکرت الارض. عرض نکرت الارض دو معنا پیدا میکنه، یکی این که عرض در حقیقت تمام به قرینه حسن امارتش، همه امارت هاش فرو میریزه، هیچی براش از امارت و حسن امارت باقی نمیمونه. یه بیانه، یه بیان این است که اینقدر این احوال اونجا برای این سنگینه که قبلن حسن امارت رو این میدید، اما به لحاظ شدت احوال اصلا عرض رو یک حقیقت در حقیقت نکره و غیر شناسا و در حقیقت غیر عامر میبینه. این دومی مهمتره، چون با اون مقصود از انسان اینه، نکرت العرض یعنی نکرت العرض تو نگاه انسانه، نه تو خارج تغییری محقق شده باشه، منافات هم نداره در خارج تغییری محقق شده باشه، اما اونی که از انسان متوقعه چی بوده؟ شدت احوال این رو غافل میکنه از همه اون چیزهایی که چی بوده؟ قبلا مشغولش کرده بودن، چون مشغول بود حسن امارت عرض رو میدید. اگر در حقیقت انسان از این غافل بشه، حسن امارت دیگه برای اون مطرح نیست. اینم مقصود از انسانه، قیامتم به نسب خطابم به اسم عیاز القفلت و تصریفه، این که زمین یه دفعه دگرگون بشه امکانش هست، بعدی هم نداره، شاید هم تو روایات و اینها بهش تصریح هم تو بعضی جاها شده، اما اونی که از این میخواد محقق بشه چیه میخواد محقق بشه؟ توجه انسان از این جدا بشه، درسته؟ و به جای دیگری معطوف بشه.
این در اینجا خیلی بیان دقیقیه که میفرماید از نکرت الارضو بعد حسن امارت ها، که با اون جملات قبلی نشون میده که انسان اینقدر شدت شدید احوال اونجا عقل لبیب وقتی که غافل میشه حیرت زده میشه دیگه در حقیقت این امارت ها و این حسن ها و اینها دیگه در عرض نیست. همین عرضی که تا بال اینقدر باش اونس داشت، رابطه داشت، همه مراودات با این بود، یه دفعه چی میشه براش؟ یک ناشناسی که هیچ ارتباطی باهاش نداره، انگار هیچ علاقه بین اون و اون نیست، چون غافل شده از این. حالا قبل از این با این اونس داشت، از اون حقیقت غافل بود، الان متوجه به حقیقتی شده که اینقدر اون از این، یعنی تا به حال ظرف وجودی این اینقدر کشش داشت که با این جذب بشه، الان ظرف وجودی این اینقدر عظیم شده تو اون رابطه و متوجه شده که از همین اصلا مثل عروسک بازی میمونه، بعد اینا هم تازه کم داره که بخواد اینا بهش توجه بکنه، اصلا ناشناسه برای این، دیگه نمیشناسه. وسیله خیلی سنگین از نکرده، یعنی باید با اون مقدمات قبلی اینو معنا بکنید، و الا اگر بخواید تنها بکنید میگین عرض ریخت تمام زینتاش ابنته، منتها ریخت تو نگاه او ریخت، این مهمه، این رابطه مهمه، ولی در عرض به لذا تو روایت داریم که تو قسمت بعدیش هم بازم همین سنخه، و تبدلت بالخلقه بعد عنیق زهرتها، بعد از اینکه در حقیقت این خیلی زیبا بود و معجب و اعجاب آور و عمیق اعجاب آوره، بعد عنیق زهرتها، بعد از اینکه زیبایی هاش خیلی اعجاب آور بود، تبدلت، این در حقیقت خلقش چی میشه؟ تبدل پیدا میکنه. منتها این تبدل خلق در کجاست؟ اساسش در نگاه اینه، ممکنه در عالم خارج هم محقق شده باشه ها، ولی اونی که هست از نفی اونی که در خارج محقق میشه رو کسی نمیکنه، دقت میکنه، داریم میگیم اساسش تو رابطه با نگاه اینه، و تبدلت بالخلقه بعد عنیق زهرتها. حالا ببینید اینها شاهد بر این است که اون حقیقته، این قسمتش، اخرجت من معادن الغیبه اسقالها، اخرجت یعنی چی؟ عرض، اخرجت من معادن الغیبه، از کجا؟ از معادن غیب، اسقال خودش رو چی میکنه؟ اخرجت، این اخرجت من معادن الغیبه اسقالها چی هستش؟ تعبیرات مختلفی شده، دلیل اون آیه اخرجت الارض اسقالها رجوع بکنید، میسازه برای که در زمان ظهور حقایقی که در دل عرض بوده آشکار بشه، در حقیقت چی بشه؟ تعبیر به این شده که زمین معادنش رو، اون ثمراتش رو آشکار میکنه، این درست میسازه به این که اخرجت الارض اسفالها سازگار باشه با این که اون، سلام علیکم ورحمت الله، اون حقایقی که در دل زمین مخفی بوده که اعمال انسانها باشه چی هستش؟ اعمال انسان ها در دل زمین مخفی شده آشکار بشه، سازگاره، که در حقیقت همه اینا با اینا سازگاره، همش هم تعبیر توجیه داره با این، با همین ظاهر. بعد میفرماد اخرجت من معادن الغیبه، این غیب اگر معنای اول بگیریم، غیب در حقیقت میشه غیر ظاهر ارض، یعنی در درون زمین بوده میاد بالا، اگر معنای دوم بگیریم غیب ارض یعنی چی؟ یعنی اون قسمت باطن عرض، نه ظاهر و باطن، همین عرض، یعنی باطن عرض تو اون نظامه، و این من شیئن الا عندنا خزائنه، که از همه اعمال انسانها رو تحمل کرده طبق روایات، همه رو ضبط و ثبت کرده، همه اینها در حقیقت تو روایات متعدد هم خوندیم قبلا، همه اینها رو شاهده. اخرجت الارض اسقالها، یکی از تعبیراتش هست که اعمال انسان ها رو چکار میکنه، حالا همه اونها رو تحمل کرده و شاهد بوده، حالا آشکار میکنه چیه؟ اعمال اسقال، اون سقل ها اعماله، بله اسقال اعماله، تعبیر دوم، بله خب حالا نه، حالا اونجا اسقال اینجا عامه، اون اسقالی که در فمن ثقلت موازینه اومده که میزان حق است، ول وزن یومئذ الحق، و حق وزنه داره و سنگینی مال حق است و غیر حق سنگینی نداره، ثقل نداره، اون بحث دیگه، اینجا ثقل به معنای، اگه معنای دوم بگیریم معنای عامه، با اونجا در واقع تنافی پیدا نمیکنه، دقت میکنید؟ ثقل یعنی اعمالی که تو درون این تحمل کرده بود، لذا زمین داره که اهل کفر وقتی که عملی رو انجام میدن، اهل شقا وقتی که عملی رو انجام میدن، بر او خیلی سنگینه، ثقل بر عرض این، لذا میگه تو بر روی من بودی و این کارها رو کردی و من تو رو دشمن داشت، دشمن داشتم، حالا که در درون من میای با تو چه خواهم کرد؟ که این ثقل بر عرضه، اثقال عرضه که این آشکار میکنه، نمیگه اثقال مطلق، فمن ثقلت موازینه، که اونجا وزنه حق است، بله حالا کردم چند معنا میشه، به معادن گفتم میشه
برگرده که اسفالش رو رو میکنه، منتها با این تعبیر به معادن برگرده اسفالش رو رو میکنه، معادن اینجا به خصوص برای هش اثری نداره، در زمان ظهور حضرت اثر داره ولی در اینجا اثری نداره. البته بعضی هم گفتن اسفالش رو در حقیقت خارج میکنه، یعنی گاهی انسانهای مؤمنی که در خفا بودن و اینها در حقیقت خدای تعالی تحت اسرار غیبی خودش اینها رو شکار کرده بود، آشکار نبودن، یا در حقیقت اون مقام ولایت انسان کامله که آشکار میشه. همه این معانی تو طول هم دیگه چی هستش؟ امکان پذیره، هیچ کدوم از اینا نفی نشده، روایت هم بعد بسیاری از اینها شاهده. از بای و این منشین اندنا، که هر چون زمین خاکی که تحمل اعمال ما رو نمی کنه، که زمین با مراتب وجودش تحمل اعمال ما رو میکنه، لذا تو این مرتبه ای که تحمل عمل کرده شاهده بر اعمال ما و این رو در قلع اسفال رو داره حمل میکنه و آشکار میکنه، یعنی از مرتبه بطون عرض و مرتبه ظهورش میرسه آشکار میشه. عدنا مراتب وجود مرادی از عرض در قلع تماماست. خب بله دیگه، اینا تو مرتبه ظهور آشکار، آشکار مادی میشه دیگه. و تبدلت اخرجت من معادن الغیبه، پس غیب میشه مراتب با معنای مختلف، اسقال مطابق با غیب معنا میشه دیگه، معادن مطابق با همه اینها معنا میشه، هر کدوم از اینا تطابق با معنای خودش پیدا میکنه. و نفذت الالله احمالها، نفذ در حقیقت این تکون دادن است که وقتی که مثلا فرش رو میتکنن، تو حالا اگر اشارات بکنید تو اون سه نمط آخر اشارات، اون نمطی که رفس و نفس، حالا که اون چند تا تخلیه و تخلیه، بعد در یکی از مراتب نفذه، نفس یه تکون دادن خاصی است که اون غبارهای ریزی هم که لای فرش میمونه با نفس چی میشه؟ جدا میاد با نفس. لذا میگه این نفذت یعنی اون تکانی است که مثل همونجا که زلزال میاد بعد اخرجت الارض اسفالها، اینجا میفرماید که نفذت الی الله ارض، نفذت تکانی میخوره که با این تکان خوردنش الی الله احمالها، احمالش رو در حقیقت از خودش چیکار میکنه؟ ساقط میکنه به سمت خدا، یعنی از خودش در حقیقت به سمت خدا، الی الله احمال رو در حقیقت چیکار میکنه؟ مثل درختی که میگن نفس باشه برگاش میریزه، سقطت نفذت سقطت، اینجا نفذت الی الله یعنی سقطت الی الله، منتها سقطت به کار نمیبرن در اتاق خدا، چون از پایین به بالا رو نمیگن سقطت، از بالا به پایین نمیگن سقطت، منتها معناش همین معناست، منتها ببرید تو همون معنایی که اینها میخواد چی بشه؟ الی الله احمال در حقیقت به خدا برسه. نفذت الی الله سره الی الله یعنی از همه اینها رو، چون اونجا رابطه دیگه فقط با خداست، یعنی اونجا دیگه اعمال همه مرتبط، همه اعمال و سببیات های دیگه که برشته شده، همه اعمال رو در محضر عرض یوم العرض دیگه، نفذت الالله یعنی عرض شاهد است و این شاهد حمل میکنه همه اونجوری که تا حالا در حقیقت تحمل کرده، الالله عرض میکند به خدا که این اعمال همه امتی بوده که در طول این دوره عرض بر من این اعمال انجام شدن. ببینید همه از قبل بوده، منتها اونجا روزی است که این نتیجه آشکار داره میشه برای همه، یعنی خب داره برای همه انسان ها میبینن این رو، یعنی انسان ها تو اون مثل حالت محشر داره این رو ادراک میکنن که نفذت الالله اعمال ها، عرض داره همه اون اعمال رو چکار، من معنا رو ببینید اول کردم مثلا اینا رو تو چه نگاهی، دو تا نگاه دو منظر، یک نگاه در حقیقت اولی، یک نگاه ثانوی، اول دو منظر رو درست کردید، گفتیم همه اینا رو تو اون نگاه انسان که میبیند و مییابد معنای دومه، همش تو همون رابطه، تو آخر همین جوریه. و نفذت الالله اعمال ها یوم لا ينفع الحذر اذ عین الحول الشدید فاستقاموا، انسان وقتی که حول شدید پیش میاد میتونه برای خودش یه تحذیر یا آمادگی ایجاد بکنه تا وارد به اون سختی نشه، اما میگه اونجا این نیست، یوم لا ينفع الحذر، اونجا حذر کردن و پرهیز کردن نفعی نداره، وقتی که حول رو میبینه، ترس رو میبینه، از عین الحول، وقتی که اینجوری هستش چی میشه؟ فاستقام، آدم وقتی که میفته توی جایی که دیگه چاره نداره، کاری هم دست خودش بر نمیاد، یه چاره‌ای نداره، نمیتونه حذر بکنه، نمیتونه وارد نشه، نمیتونه به منو نبری، چون اینجوریه انسان تو اون حالت چی میشه؟ استکانت و شکستگی و خضوع پیدا میکنه دیگه، خیلی تعبیر زیباییه، چون نمیتونه حیله‌ای بکنه، چاره‌ای بکنه، فاستقام. یوم لا ينفع الحذر اذ عین الحول حول الشدید فاستكانوا و عرف المجرمون بسیماهم فاستبانوا، مجرمون هم اونجا شناخته میشن با خود چهرهاشون، که این چهرهاشون شناخته میشن اگر خوب باز بشه، یعنی چی حقیقتش؟ اینجوری نیستش که چهره مثلا صورتی باشه که مثلا نوشته باشن اینجا مهر زده باشن مجرم، از این بدتره، اگر این بود باز یه حدی بود،
نه که این نیست، از این بدتره. تمام وجود این یعرف المجرمون به سیماهم، نه فقط در حقیقت تو پیشونیشون یه چیزی زدن، تمام وجود این در حقیقت جرم رو هویدا، یعنی اون چیزی که تا به حال تحت این پوشش بدن مخفی بود، درسته؟ این بدن که میره کنار، این حقیقت وجودی این آشکاره. پس تبار وقتی که اینجوری میشه اینا جدا میشن، وقتی که یعنی آدمی که مجرم آشکاره، کسی در حرفش نمیره، کسی خودش رو حاضر نیست با اون مخلوط بکنه، همه چیکار میکنن از او پرهیز و جدایی دارن، پس خودش جدا میشه. پس تبار و بینونت پیدا میکنه. فنشقت القبور بعد طول انطباقها، قبرها بعد از این که مدتها اینها بر همدیگه چی بودن؟ منطبق بودن و در حقیقت باز نشده بود، فنشقت منشق میشن. و استسلمت النفوس الالله به اسبابها، نفوس اونجا تسلیم میشن به اسبابی که از قبل در درون نفوس این تسلیم بوده، این اسباب بوده، نه اسبابی که در خارجه، بلکه اسبابی که در استسلمت النفوس الالله به اسبابها، به اسباب چی؟ به اسباب چی باید برگرده؟ اگر به اسباب نفوس برگشت، یعنی از ضرور اینها قبلا اون را مثلا حقیقت توحید رگش بوده، خودشون مییابن که این صدق محض چاره غیر از این ندارن، مییابن این رو، یعنی از بیرون چیزی به اونها، تا این سببیت هایی که ما میبینیم همه سببیت از چی هستش؟ از بیرونه. سببیت که از درون شد میشه چی؟ اون سببیت فطری حقیقی که در درون انسانه. لذا معرفت نفس هم یکی از اسباب، حالا اون دیگه بعد تو طول این میشه. عرض کردن به اسباب، اگر ضمیر به اسبابها رو به نفوس بزنی، به اسباب نفوس، یعنی در درون نفوس یه سببیت هاییست که اینو در مقابل خدا وقتی قرار میده تسلیمه اونجا، چون می اون سببیت تسلیم، چون هیچی در حقیقت میبینه خودش نداره. و استسلمت النفوس الالله به اسبابها، درسته؟ این تسلیم میشه در اونجا، چون میبینه حقیقتی که همه چی بیواقعیت بوده، همه سببیت های بیرونی چی بودن؟ این درون باید این سببیت رو بفهمه که همه سببیت های بیرونی بیواقعیت هن و فقط اون سببیت در کار است که سببیت الهی است، درسته؟ اینو از کجا میفهمه؟ از درونش میفهمه که از اول اون همون پیمانی بوده، عهدی بوده که در درون این بوده و قبار گرفته. اون روز چی میشه این پیمان؟ چون نمیشه فطرت انسان از این بره، اونجا اسبابهای نه اون اسباب فطری. اگر این بگیریم، حالا یه گاهی معنی ظاهرتری هم داره ولی به نظرم این معنا دقیق باشه. کشف عن الاخرت غطاها، وقت گذشته. اینجا خلاصه کشف عن الاخرت، حالا تازه حضرت رسیده به اون نقطه علیایی که تو این خطبه میخواد بگه آخرت، اینا حقیقت آخرت رو از اون مصادیقی که حقیقت آخرت رو خوب بیان میکنه چیه این خطبه است، که این چند فرازی که عرض کردن منتها حالا در همین سطح ظاهری که میشد فعلا تو بحث وارد بشی. اینجا دیگه باز یه خورده حضرت چربیش چربترش کرده. کشف عن الاخرت قطاعها، پرده ها بالا رفته. فظهر للخلق انباؤها، از برای خلق خبرها چی شد؟ همین مطابق همون سوره زلزال ها، دقت میکنید؟ اخرجت الارض از قالها، در حقیقت دنباله داره که چیه بخونید؟ قال الانسان و مالها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحا لها، همش بر اساس همون داره قیامت رو چیکار میکنه. حضرت توی این خطبه داره بیان میکنه که حقیقت قیامت داره تبیین میشه، منتها با یه تفسیری. خب حالا باشه انشاءالله ما این خطبه رو بخواستیم تمام کنیم که به نتیجه برسه کلام حضرت، منتها دیگه اون زیاده های ما نگذاشت خطبه به نتیجه برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.